دوستان عزیز، با سلام های گرم به شما بینندگان، امیدوارم در هر کجا که هستین اوقات خوبی داشته باشین. برنامه پیام ها هست و من کاظم نیک‌خواه هستم در خدمتون. ممنون از پیام های زیادی که روی پیامگیر گذاشتین. ما چند تا رو اینجا انتخاب کردیم و امیدوارم که بتونیم به تدریج همه پیام ها رو تو برنامه های مختلف پخش کنیم. شروع میکنیم. تلفن پیامگیر همطور که روی صفحه میبینید 201-310-856-9897 هست. بریم سراغ پیام ها که فرصت بیشتری داشته باشیم. یک پیام کوتاه. سلام، خسته نباشید آقا. آقا جان، در مورد این گرانی و سالی که تو ایران هست نفس کم صحبت کنید، چرا خدا یکم داد بزنید، بگید تو این شبکه‌هاتون بگید پس چی کار کنید. خیلی ممنون، متشکرم. بله، تشکر از شما. یه توضیح میدم، پیام کوتاه بعد. سلام، خسته نباشید. من خواستم بگم خیلی مشکل هست تو ایران، باور کنید خیلی اوضاع خرابه، مردم بی واقعا کفری شدن از این من. بله، مردم کفری شدن. اینا نمونه های کوتاهی است از خشم و انزجار و عصبانیتی که تو جامعه هست. و خب ما برنامه های زیادی داشتیم در رابطه با گرانی و فقر و فلاکت و دزدی و چپاول سران جمهوری اسلامی و اینها، و باز هم خواهیم داشت و راهکارهایی رو صحبتش کردیم. به هر حال یکی از راه ها همینه که بیاین اینجا صداتون رو به گوش چند میلیون بیننده ها برسونین، مردمی که مثل خود شما فکر میکنن، و اینجوری دست تو دست هم بتونیم اوضاع رو تغییر بدیم. پیام بعدی. با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون. جناب آقای کریمی، از شهرستان رام آمود تماس میگیریم. ما مثل سیستخ داریم، ولی متاسفانه مامورای راهنمایی و رانندگی نمیذارن که ما تو شهر بیان و کار کنیم. ما حاضر متاسفانه را بخوابونیم، ولی اونا بهمون کار بدن. از صبح تا شب دنبالمون میده، من راهنمایی و رانندگی موتورامون رو میگیره. خواهشن یه فکری به حال ما بکنید. ما هم خانواده داریم، میخوایم که نون گرونبتنمون رو در بیاوریم. تشکر میکنم از شما. از رامالمت تماس میگیرم. بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. دقیقا یه مسئله باز بسیار مهم، نمونه دیگری هست از فشاری که رو مردم هست. جامعه‌ای که هیچ تأمینی نداره برای کسانی که کارشون از دست میدن، بیکار میشن یا آماده به کارن و کاری براشون نیست، این دولت هیچ مسئولیتی در قبال نداره. به راهش هم این هست که فشار بیاریم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت میدونه تو اون جامعه و باید به کسانی که بیکار هستن یا کار بده یا بیمه بیکاری. به هر حال این خواست رو ما باید وسیعاً گسترش بدیم، تبلیغ کنین بین دوستانتون، بین همکارانتون. و همین نمونهش همینه که مردم میرن راه‌های دیگری پیدا میکنن برای رانندگی، موتور سه‌چرخه، غیره و غیره، که نون شبشون رو در بیارن و همون هم مورد حمله قرار میگیرن. سلام، ممنونم برنامه خوبتون. خواستم شماره تلفن رو تونستیش کنم، بیدیم شماره رو گرفتید، امزه مستقیم صحبت کنم. در مورد یارانه ها بود صحبتم، که از زمانی که شروع به یارانه پرداخت یارانه شده، دولت یارانه پرداخت میکنه، قیمت نونی که 12 تومانی بود الان نزدیک به 20 تومان شده. من نمیدونم این چه یارانه ای این چیه. من خودم بچه کوچیک دارم، حتی جنازه پوشکش نیست، مای بیبیش نیست. این واقعا یه چیز موزلی شده واسه مردم که نمیدونن چیکار کنن. زندگیری ها میشنستن، کسایی ها میشنستن که با چیلی صورت خودشون اکشاف میگردشتن و واقعا جنازه این همه هزینه تو زندگیشون نیستن. من خودم تنها خیلی که این یارانه ها واسم اون داره پول قرض و آب و برق و اینا رو بدم، اجازه خانواده 4 نفره رو. واقعا من میدنیم که اینا رو میدنیم.
بله، یارانه هوشمند و اینها در واقع تلاش و تقلایی بود برای جمهوری اسلامی که یارانه ها رو قطع کنه و قیمت ها چندین برابر شد، همطور که دوست عزیزمون میگن قیمت نان 12 تومن بود الان شده حدود 200 تومن و خیلی چیزای دیگه چندین برابر، و بعد 45,000 تومن میدادن، همین را هم حالا دارن تلاش میکنن قطع کنن. دو سال دارن از موقعی که روحانی اومده سر کار تلاش میکنن قطع کنن یارانه ها رو، و از مردم میترسن، از خشم و نفرت مردم، فشاری که رو مردم است و عصبانیتی که تو جامعه است میترسن، وگرنه تا حالا همون رو هم قطع کرده بودن. یه نمونه دیگه در مورد یارانه ها، مثل یکی یارانه یکی من با صدد کالا، صدد کالا یا سخیرا ندادن، دادن و دارایان اونا یک سرمایه داشتن، بعدش همین یارانه هم میخوان بدن و همینا که صدد کالا گرفتن، ما که کم درآمدیم هیچی، یعنی اصلا نمیدون می انقلابی که نیستی، نمیدون چطوری کلان دولت بی صاحب. بله، یه پیام بعدی در مورد باز یارانه. با سلام خانم دانشور، اینا یارانه رو بهونه کردن. یه روز آقاشون اومد گفت آب و برق و گاز همه مجانی، دولت شاهنشاهی از شما داره اضافه میگیره. حالا اینا اومدن اونو گرفتن هیچی، بعد گفتن یارانه میدیم آب و برق گرون میکنه، مردم رو سرکار گذاشتن. خلاصه به هر جهت میگه ایران رو که تار و مار گشته، در بند خسان چه خار گشته، در بند دروغ یار گشته، بازم به ستم دچار گشته، با نام برادری بیامد ابلیس یه کار گشته، بردن طلاهای ما را در مرز با آهن دچار گشته، با مخدرات شیمیایی این نسل جوان مهار گشته، بازا چه کنم مرلاق شه روزگار گشته. هیچ کاریش نمیشه کرد، اینا هر کاری بخوان بکنن میخوان، فقط همت مردم میخوان که متاسفانه ملت همت ندارن. شما هر انگیزه ای دارید که یه کاری بشه تو این مملکت، ولی ملت ما این انگیزه رو ندارن. بله، صحبت میکنیم در موردش، ولی یک پیام دیگر هم در مورد یارانه ها بشنویم. با سلام به شرکه خوب شما، این دولت چه دولتی هست؟ یه یارانه میخواستن به ما بدن، اونم قطع کردن، اما دیگه ما چجوری زندگی کنیم؟ اینا اصلا مملکت آخوندی اصلا به درد نمیخوره، ما چیکار کنیم از دست اینا؟ به خدا با تشکر، خدا نگهدار. بله، در واقع بحث یارانه بحث معیشت، بحث گرانی، بحث فشار کمرشکن فقر و گرانی است که تو اون جامعه از بیکاری و همه اینها و اقتصاد درب و داغون و یک مش دزدی و چپاولی که بالای حکومت هست، و ما برنامه های گفتم مختلفی داریم تو این زمینه و بیشتر صحبت میکنیم. اساس مسئله این است که ما مردم باید خودمون تلاش کنیم، متحد بشیم، خواستامون رو بیان بکنیم. یه سری چیزا کلیدیه تو مبارزه علیه جمهوری اسلامی سر فقر و گرانی. یکیش بیمه بیکاریه. نمیشه ما بدون هیچ خواستی مقابل بیکاری و فقر بیستیم. یکیش این هست که دستمزد زیر خط فقر رو قبول نمی‌کنیم. الان بخش‌هایی از کارگرها 2 میلیون تومان رو مطرح کردن که تازه خود جمهوری اسلامی میگه خط فقر بالای 2 میلیون تومنه، ولی دستمزد حداقل دستمزدی که تعیین کردن 608,000 تومن. میخوام بگم که اینا رو باید گرفت، باید محکم چسبید، باید ازش دفاع کرد، باید ازش تبلیغ کنیم. اینکه ما بیایم شکایت کنیم، شکوه و شکایت کنیم، حرفمونو بزنیم، بگیم زیر فشاریم، خب یک جنبه از مسئله است، ولی اگه بخوایم یک تکونی تو اون جامعه به وجود بیاد علیه فشاری که دارن رو ما میذارن، علیه نون سفره، نون شب بچه‌هامون که دارن میدزدن، اینه که یه قدم جلوتر بریم، خواستی رو مطرح کنیم. خواست شمایی که بیکارین چیه؟ خواست شمایی که زیر فقر هستین چیه؟ خواست شمایی که دستمزدتون پایینه چیه؟ دو تا خواست کلیدی رو من همین الان اشاره کردم. یکیش بیمه بیکاری به همه بیکاران، چه اونایی که آماده به کارن و کاری براشون نیست، و چه اونهایی که اخراج شدن یا بیکار شدن و همه اینا. و در نتیجه این یک جنب، یکی دیگه هم اینه که حقوق ها نباید زیر خط نباید زیر 2 میلیون باشه. این قدم اول. به هر حال تو برنامه های دیگر هم، تو برنامه های لایوی که داریم، در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
سال خدا این کارتون رو زودتر شروع کنیم برادر، اون پروتون بدم. اینا واقعا خود ما را نکیده سخت باشم. خیلی ممنونم، واقعا مردونگی کردم. خدا بله، میگن خونمون تو شیشه کردن خون مردم رو. یک پای بازی که من ناراحتی کلیه دارم، از این موقعات آبجو میخورم. برداشته به من 80 ضربه شلاق حد داده، این چه قانونیه؟ فردر نمیارم اصلا بحث این کسی که آبجو میخوره باید شلاق بخوره، اونم 80 ضربه شلاق حد. من این که 3 بار روده هم آرمان کردم، روده هم پیوندی هم. نمیدونم واقعا سردر نمیدونم این چه خواه. بله، این سیستم غذایی اسلامی هست تو ایران داره پیاده میشه که روزخاری، نمیدونم اینکه کسی فرض کنه آبجو بخوره یا مشروبی بخوره، نمیدونم چادر حجابش رعایت نکنه، اینا همش جزو جرم و گناه محسوب میشه. در صورتی که تو ابتدای یعنی عقب مونده ترین جوامع این دنیای امروز اینا جرم نیست، به خود مردم مربوط میشه که چه چیزی بخورن یا نخورن، چطوری لباس بپوشن یا نپوشن. ولی این سیستم غذایی جمهوری اسلامی یک سیستم ضد انسانی، بی ربط به دنیای امروز، بی ربط به بشریت هست که آدم ها رو به خاطر اعتقادشون، به خاطر مذهب داشتن و نداشتنشون، به خاطر نمیدونم گناهان به اصطلاح که علمای اسلامی حوزه علمی قوم تشخیص میدن، مورد به عنوان جرم و جنایت مورد محاکمه قرار میدن و شلاق میزنن و تحقیر میکنن، توهین میکنن. اینا این بساط کلش رو باید جمع کنیم، هیچ راه دیگری نیست و راهش اینه که بپیوندیم به صف سرنگونی جمهوری اسلامی، صفی که مبارزه میکنه امروز تو هر جایی که هستیم. باید بجنگیم، متحد بشیم، با دوستانمون صحبت کنیم، محافلمون رو تشکیل بدیم برای خلاص شدن از جمع کردن این بساط عقب مونده قبایل 2000 سال پیش از این. به هر حال ممنون که پیام گذاشتین. یه راهش اینه که همین بیاین اینجا حرفتون رو بزنین، افشاگری کنین علیه جمهوری اسلامی. با عرض سلام میخواستم سوال کنم ببینم کجا شکایت بکنه، مجبور میدانیم دستان به جای برمید کجا شکایت بکنه. این طریقتا بارها و بارها در تلویزیون اعلام بکنیم که ما بفهمیم کجا باید ما شکایت کنیم از دست زون بلا. خیلی تشکر میکنم از برنامه هایی که درش به سودی مردم هستش و برای مدت ایران داریم که سوزی میکنیم، کار میکنیم. ایشالله که موفق بشه. منتظر جواب شما هستم از طرف تلویزیون. بله بس، بزن یکی دیگه در مورد زندانیان پخش کنیم پیامی. الو، تو این ایران خاصی اشتباه کرده، پرونده حقوقی رو کیفری کرده، حدود 3 سال نزدیک 3 سال من زندان بودن، زن و بچه همه نابود شدن، فنا شدن. هر کجا رفت هم تا به اینجا من پرونده هم گم شده. به این نتیجه رسیدم که گفتن مشمول زنان علت، گفتن باید به تهران خوبه پذاریه. نمیدونم چی قضات شکایت کنیم، قاضی اخراج شده. من پول رفتن به این جاها رو ندارم، نمیدونم با چی کار کنم. بله، صدها هزار خانواده تو ایران زیر فشار و بی‌عدالتی سیستم جمهوری اسلامی، قضات جمهوری اسلامی، دادگاه‌های جمهوری اسلامی، پلیس، زندان‌هاش، دستگیری‌هاش و اینها هستن و تقریبا کسی نیست یا کمتر کسی پیدا میشه خانواده‌ای که یا
به اصطلاح کسی از اون خانواده دستگیر نشده باشه، پیگردی رو شاملش نشده باشه، به دلیل به دلایل واهی که خیلیش اصلا جرم نیست. در نتیجه به نظر ما اون صدها هزار نفر که بیشتر از این هم هست، زندانیان جمهوری اسلامی، من منظورم فقط زندانیان سیاسی نیست، زندانیان عادی، اینها در واقع بیگناهند و از نظر ما باید آزاد بشن. اونهایی هم که مثلا پرونده شون پیچیده تر از این هست، قتل فلان بهمان، اونها هم سیستم قضایی جمهوری اسلامی و احکامی که داده بی اعتباره، به خاطر اینکه نه قضاتش قاضی هستن و از حقوق علم حقوق چیزی میدونن، نه کل قوانینش قوانین انسانی و عادلانه ای هست، و در نتیجه اونا پروندهشون دوباره بازبینی بشه، خیلیشون ممکنه بیگناه باشن. خانمی گفتن که بالاخره ما کجا شکایت کنیم از وضعیت زندان ها، فشاری که رو زندانیان میاد و اینا. خب معلومه که تو ایران کسی نیست، مرجعی نیست که ازش شکایت کنین. یکی از کارها همینه که بیاین تو همین تلویزیون صداتون رو به گوش مردم برسونین، ولی یه راهش هم اینه که به هر حال بتونین ارتباط برقرار کنین با خود ما تو سطح بین المللی، دادگاه های تریبونال بین المللی، دادگاه هایی که اصلا و افشاگری میکنن علیه جمهوری اسلامی، اینا فضایی ایجاد میکنن که بشه این حکومت رو کم کم زیر فشار جدی تری قرار داد و مانع از این شد که همینجوری سر خود آدم ها رو بگیرن، زندانی کنن، دادگاهی کنن، محکومیت بدن، حکم اعدام بدن، حکم زندان بدن، که به وفور تو اون جامعه هست و خیلی از خانواده ها رو از هم میپاشه، خیلی خانواده ها رو بیچاره میکنه، زندگی ها رو از بین میبره، و همه اینا در واقع قضات جمهوری اسلامی از بالا تا پایینش، از وزیرش تا سران قوه قضاییش، جنایتکارانی هستن که خود اونها باید محاکمه بشن. و نمونه هایی که همینجا الان دارن دوستان میگن در واقع یک نمونه از چندین میلیون نمونه های و پرونده ها و پرونده سازی های هست که تو اون جامعه وجود داره. دوست عزیزی از ما انتقادی کردن، بذارین انتقادشون رو گوش بدیم. سلام، خسته نباشی. خودم خانم داری بگم، خانم داری تو همش دم از کارگر کارخانه و اینا میزنی، و این کارگرهای بدبخت ساختمانی اضافه هم هیچ اسم ندارن تو هیچ جای دنیا. این رژیم اسلام رو جمعش بگیرم، این اصلا هیچ کارگر تو صفحه روزگار حساب نمی کنه. این کارگر بدبخت ساختمانی که اصلا ساخته باز اون کار نداره، متشدده بدبخته، این اسم نداره تو طرف روزگار. شما هم خبرشتم از کارگر کارخونه و کارگر صنعتی میزنید، ولی این کارگر ساختمانی از این بطر عمل اومده. نه دوست عزیز، خوب کردین بالاخره اومدین نکتتون رو گفتین، ولی ما از حقوق همه مردم دفاع میکنیم، ولی مشخصا وقتی از کارگرها صحبت میکنیم از یه طبقه صحبت میکنیم، از همه کارگرها مد نظر. ممکنه اخبار مثلا کارگران اعتصابات کارگری تو کارخونه ها بیشتر باشه، نقش کارگران صنایع خب نقش کلیدی تری دارن تو اینکه جامعه رو جلو ببرن، خلاص کنن، بجنگن علیه جمهوری اسلامی و غیره، ولی کارگران ساختمانی بخشی از طبقه کارگران، و نه فقط کارگران ساختمانی، بلکه ما موقعی که میگیم کارگران، همه کارگران و حتی معلمان، پرستاران، اینها رو هم جزوی از طبقه کارگر میدونیم، طبقه ای که تولید کننده است، طبقه ای که نقش محوری داره و در این حال کمترین سهم رو تو اون جامعه داره، بیکاری نصیب اون میشه، فقر برای کارگراست، نمیدونم، و همه مشکلات و اینها که باید دست به دست هم بدیم و میتونیم دست به دست هم بدیم و از شر این نظام سیستمی که کارگر رو توش بی حقوق و بی اختیار کرده خلاص بشیم. برحال ممنونم از اینکه اومدین نکتتون رو گفتین. سراغ پیام بعدی بریم. بله، این سوالیه که دوستان مختلفی مطرح میکنن که کانال جدید چجوری پیدا کنن. تو سیستم تلویزیون وقتی که میگردین تو هات برد، اگر دنبال نگاه شما بگردین، اسم سیستم مثلا کانال، این کانال کل مثلا کانالی که ما روش هستیم نگاه شماست، تو اون نگاه شما رو اگه بگردین
اینجا رو پیدا میکنین تو فرکانس 27500 انستی عمودی و به هر حال مشخصات بیشتر دیگرش هم الان جلو دست من نیست، ولی میتونم براتون تو برنامه های دیگر اعلام بکنم، ولی دنبال نگاه شما بگردین تو سیستم ها اوتوماتیک پیدا میکنم براتون. ممنون از شما. عزیزان کانال جدید، فکر نمی کنین الان دیگه وقتش رسیده که همه با هم اتحاد پیدا کنین؟ فقط وقتی از زندانیان صحبت می کنین، فقط کارگران نباشه، کارگران عزیز نباشه، همه زندانیان ایرانی باشه، همه ایرانیان باشه. این دو دستگی رو الان بذارین کنار، همه تو یک خط باشین که این رژیم رو برانداز کنیم. در غیر این صورت ما فکر میکنیم همه تون نشستیم و هر کی داره ساز خودشو میزنه و اونام هر کاری دلشون میخواد، هر بلایی دلشون میخواد سر ما بیارم. من فکر میکنم، عقیده خودمه، که همه اون دستن کارهایی که پای تلویزیون نشستن، جلوی دوربین نشستن، متاسفانه این قسمت جملهشون قطع شد، ولی به هر حال صحبتتون روشن بود. اولا ما از کارگران زندانی، ما خواهان آزادی کارگران زندانی هستیم. خب یک کمپین و کارزاری برای آزادی کارگران زندانی هم هست که ما هم ازش دفاع میکنیم، حمایت میکنیم، ولی ما از آزادی همه زندانیان دفاع میکنیم، همه زندانیان سیاسی و حتی زندانیان غیر که به جرم سیاسی دستگیر نشون. همونطور که الان اشاره کردم، خیلی از اکثر محکومین دادگاه های جمهوری اسلامی بیگناهند، به خاطر اینکه کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی بی اعتباره. و در نتیجه ما تلاش میکنیم، ممکنه تو اون برنامه که شما شنیدین بحث در مورد کارگران زندانی باشه، گفتم بالاخره لازمه که یه جاهایی تمرکز بذاریم رو کارگران زندانی، یه جای تمرکز بذاریم رو کل زندانیان سیاسی و یه جا تمرکز بذاریم رو مثلا زندانیان عادی و غیره. ولی ما از آزادی هم، ما کلا زندانهای جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، کلا دستگیریاش قبول نداریم، احکامش رو قبول نداریم، و داریم عملا تلاش میکنیم که اعدامیا حتی آزاد به اصطلاح اعدام نشن و آزاد بشن، زندانیان سیاسی آزاد بشن همشون، و اینو مطمئن باشیم. و ما و خیلی آره متحد کردیم، تو سطح دنیا صدای زندانیان رو رسوندیم، تو سطح ایران منعکس کردیم. الان بحث مثلا ریحانه جباری که زیر اعدام هست وجود داره، ما یک کمپین رو تو سطح ایران و دنیا به جریان انداختیم که دوستان ما و ما ازش حمایت میکنیم، مینا احدی، نازنین افشین جم و دوستان دیگری که همکاری میکنن تو کمپین گذاشتن. همین روز 12 آوریل مثلا کمپینی بود برای خلاص شدن ریحانه جباری از اعدام. میخوام بگم همه اینها هست، و بنابراین مطمئن باشین از این نظری چه نگران نداشته باشین که ما فعالانه از آزادی همه زندانیان دفاع میکنیم. شما هم پای این تلویزیون بشینین، با ما در تماس باشین، اخبار به ما برسونین، و این کمک میکنه که این کارزار رو بهتر پیش ببریم. بذاریم یکی از دوستانمونم انتقاد. من از حزب کمونیست کارگری میخوام که این جریان یازده اردیبهشت از اول آهنه ای را رهبری کنند. چرا مجریان وقتی که میان تلویزیون با قاطعیت تمام نمیگن که ما میخوایم این جریان را رهبری بکنیم؟ چرا اون جسارت از خودشون نشون نمیدن که بگن بابا ما رهبر این جریان هستیم، آدرس بدن در تهران فلان جا، در شهرستان ها فلان جا جمع بشید، همه با هم بگید. دیشبی آقای زنگ زده بود میگم ما رهبری نداریم، خانم بهاری درست جوابشو نداد. چرا با قاطعیت نمیگن رهبر این جریان ما هستیم؟ چرا جریان رو رهبری نمی کنن؟ مثل انقلاب 57 ما انقلاب میکنیم، یکی دیگه مثل خمینی و جمهور اسلامی انقلاب همون ازمون میدوزن. حواستون جمع باشه، مردم همه عزمشون رو جزم کردن که به خیابون ها بیان، فقط مواظب باشین انقلاب همون دوره ازمون ندار.
تشکر میکنم ازتون از نکته بسیار مهم و حساسی که گفتین. ممکنه بعضا ما هم تو بحثامون این جنبه رو مطرح به اصطلاح خوب روشن نگفته باشیم، ولی اساس مسئله این است که به طور واقعی مردم اگر رهبری نداشته باشن مبارزهشون به جایی نمیرسه، و اگر سال 57 مردم رهبری روشنی داشتن که خواستهاشون رو، آمالشون و آرزوهاشون رو نمایندگی میکرد، بیان میکرد، برنامه داشت و مردم رو بسیج میکرد تو این جهت، کار به دست این جنایتکاران کثیف و عقب مونده و کپک زده جمهوری اسلامی و خمینی و دار دستش نمیافتاد. و به طور واقعی ما فکر میکنیم و مطمئنیم که امروز مردم باید پشت حزبی باشند که داره از آزادی برای همه مردم، مسکن برای همه مردم، نمیدونم درمان رایگان برای همه مردم، آموزش رایگان برای همه مردم و آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی احزاب دفاع میکنه. و این رو مطمئنم و کاملا درست میگین و حتما اینو مد نظر خواهیم داشت. تلاش ما این هست، در واقع این حزب رو تشکیل دادیم که بگیم که راه اون چیزی که به اصطلاح بعضیا نشون میدن که بریم پشت سر این، پشت سر این جریان اسلامی، بریم پشت سر نمیدونم شاه و شیخ و فلان، اینا نیست. باید مردم خودشون سکان امور رو به دست بگیرن و باید مردم حقوق خودشون رو بشناسن. به هر حال در رابطه با اینکه فراخوان بدیم، خب ما فراخوان میدیم، ولی یه جای باید فراخوان‌های مشخصی که اکسیون بذارین، حرکت عملی اینجا اونجا انجام بدیم، باید کار شده تر باشه، باید وسیع تر باشه، آمادگی بیشتری تو جامعه باید وجود داشته باشه. و در نتیجه به این دلیل هست که ما الزاماً فراخوان نمیدیم برین فلانجا جمع بشین، چون خطرات امنیتی داره، عده مردم نمیرن، عده میرن و مشکل ایجاد میکنه. ولی برای 11 اردیبهشت، یعنی روز جهانی کارگر، ما فراخوان دادیم که همه مردم در هر کجا که هستن، این مهم اینه که این روز رو گرامی بداریم، مهم اینه که دور هم جمع بشیم، مهم اینه که یک جنب و جوش وسیع تو کارخونه ها، تو مدارس، تو خونه ها، تو بیرون، تو دشت ها، تو خیابون ها، تو به جریان بیفته. یعنی کسی که تو اون جامعه نگاه میکنه بفهمه که امروز روز ویژه‌ای هست برای این مردم و این یک گام اساسی برای جلو رفتن این جامعه و خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی هست. بنابراین فراخوانمون به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند این هست که روز 11 اردیبهشت، روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر رو گرامی بدارین، به هر شکل جشن بگیرین، دور هم جمع بشین به هر شکلی که میتونین، و خیلی جاها مثلا تجمعات کارگری هست، برین تو شرکت کنین و علیه گرانی، علیه فقر، علیه قطع یارانه ها حرف بزنین، قطعنامه بدین. اینها گام اساسی است برای خلاص شدن از جهنمی که تو این جامعه به مردم تحمیل کردن. سلام، من از این مجری محترم تقاضا دارم. مثل اینکه این پیام نیمه کاره بود، اجازه بدید. درخشید، میشه لطفاً بیشتر برنامه کودک بدهد و لطفاً زبان فارسی رو بیشتر کنید و کمتر زبان انگلیسی رو، چون ما فارس هستیم و نمیتونیم زبان انگلیسی رو بخونیم. و از این شبکه ای که برقرار کردید برای مردم ما ممنونیم. منم از تو ممنونم دوست عزیزم، ولی منظورتون فیلم هایی هست که پخش میکنیم که زیرنویس فارسی داره یا بعضا حتی زیرنویس ممکن نداشته باشه. تو این زمینه متاسفانه محدودیت داریم، چون فیلم زیادی نیست، باید فیلم ها خریده بشه که اقتصاد و به اصطلاح امکانات ما اجازه نمیده، و در نتیجه فیلم هایی که در دسترس هست رو پخش میکنیم و این مشکل پیش میاد، ولی به هر حال تلاشون میکنیم و ممنونم که اومدین و پیام گذاشتین. بله، اجازه بدین ببینم این پیام میتونم. سلام، من از این مجری محترم تقاضا دارم. نخیر، این پیام قابل پخش نبود. کسی که این آخونده هستم مرد بر همه اینا، ولی شماها بودین که زمان شاه ما رو به این روز نشونده. ما چی کم داشتیم زمان شاه؟ شما بودین، شما با مجاهدین بودین، پدر ما رو در آوردین. اگر ما چی کم کس داشتیم؟ همه چی داشتیم، همه چی داشتیم.
شما ها باید که من گرفت که ترکی من کمونیستی دلو را متاسفانه صداتون خیلی خوب نبود ولی روشن بود. شما انتقاد دارین، شما میگین که ما کمونیستا و مجاهدین بودیم که این رژیم سر کار آوردیم و دوره شاه همه چیز مردم داشتیم، هیچی کم نداشتیم. شاید شما، نمیدونم شما چه کاره بودین که هیچی کم نداشتیم، ولی شاه یه دیکتاتوری بود، گورستان آریامهری ایجاد کرده بود، خفقان ایجاد کرده بود و خیلی از مردم فقیر بودن. اینکه یه رژیم بدتری اومد سر کار، این ما رو به اصطلاح باعث نمیشه که آدم بگه که خوب رژیم شما پس خوب بود. معلومه که الان اوضاع بدتر شده، ولی آیا مردم حق نداشتن رژیم شاه رو به خاطر اینکه یه مش دزد و چپاولگر درباری رو اون جامعه حکومت میکردن، خانواده هزار فامیل حکومت میکردن، ساواک مدام مردم رو دستگیر میکرد، اعدام میکرد و اینا رو، نمیباس علیهش قیام بکنن؟ مردم حق داشتن انقلاب کنن. مردم چرا باید زیر دست و بال یک خانواده، یک فرد به اصطلاح درباری تکون نتونن بخورن، نطق نتونن بکشن؟ این چه آزادی است؟ مگه شما برای خودتون به عنوان آدم حرمت قائل نیستین که باید شاه روتون حکومت کنه به عنوان سایه خدا و نمیدونم اینا؟ همون شاه بود که این حکومت رو، این آخوندار رو و کل این مسجد و تکیه و حوزه علمیه قم رو دستشون رو باز گذاشت که بعد بیان رو سر مردم حکومت کنن. به هر حال در این رابطه ما زیاد صحبت کردیم، ما هیچ وقت از این حکومت دفاع نکردیم، از روز اول علیهش بودیم و جنگیدیم و هنوزم میجنگیم و مطمئن باشین که، ولی مطمئن باشین نمیشه برگشت به زمان شاه. اون رژیم عقب مونده دوره بردهداری شاه، باید تلاش کنین، فکر کنین جامعه میتونه آزاد باشه، میتونیم هم از جمهوری اسلامی خلاص بشیم، هم از کل سیستم پدرسالاری و سرکوب و شاه و ساواک و همه اینا میتونیم خلاص بشیم. بنابراین یه کمی فکر کنین، ازتون خواهش میکنم. دوستان عزیز، وقت این برنامه تموم شد. ممنونم که از این تا اینجا با ما بودین. باز هم پیام بذارین. برنامه پیام ها هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 8 شب پخش میشه و روز بعد تکرار میشه. کاظم نیک‌خواه هستم، براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم.